و هر ما آدم دیدیم یک کله را با پای خود میزد. آیا ما این کسا با همین گونه قواره و قیافه که امروز در آلمان ببین هستند از اینجا فروتن برای عزیز، طالب لابی میکنن، به نفع طالب کمپاین میکنن، از اینا چی توقع تما باید باشه؟ فروتن عزیز، از طالب که ما توقع نداشتیم. ما به دقل مدم دهه برد دهه مقامت اول، ما یارا به چشم خود دیدیم در طالقان همین صحنه هایی را که میبینیم، بعد به چشم خود دیدیم زمان مقامت اول. این حالا ببینید، شما در این کشور آمدی، همین تو که با همین تفکر من عرض مزیر چی میکنید این کشور می؟ این کشور سکولار چه غلطی میکنید می؟ برو در کشور عربستان، برو در امارات که موجه هم که اما عربستان هم که دقل برو در موجه برو هر کاری میکن، برو در افغانستان تو در میجه نانش خوردی، پیتیش گرفتی، نمکش خوردی، باز میدم نمکدان از این گلاب بریتان. حالا من نمیگم اون کلمه شبه کار نمیبرم چون زشت است، خدا خودتون میدونی، اما کار استفاده میکنی. این لعنت به این فرهنگ تو، لعنت به او قوم تو، لعنت به او جنس تفکر تو. چی دارید خدای داری شما؟ این خدای شما بجز جنون آدم کشتن دیگه چیزی براتون یاد نداده؟ نمیدونم این خدای اینا چه خدایی است که درست کرده برای خدای برای یاد درست کرده ببینید آقای فقط بکش. رحمانی سپاس. دوستای عزیز، مسئله عقاید و عقیدتی یا خالق در جایش باشه، فطرت یک انسان که حیوانی باشه اعمالش هم همینطور وحشی جنایتکارانه می باشه. کسایی که در افغانستان با آدم کشتن افتخار میکنن و هنوز هم از دنیای بیرون به نفع طالب لابی میکنن، از اینا عملی نیک و کار درست بعید بنام فروتن از ما یک پیشنهاد دارم، من یک پیشنهاد دارم، حداقل ما در جامعه شهروندان افغانستان که زندگی میکنیم، حداقل ما که اگر کار میکنیم همین کسایی که همچین تفکری دارن، همچه تفکر اگه چیرش رسانه ای کنیم، دو چیره اینا رو به گزارش بدیم برای نهادهای عدلی و قضایی مملکت. دوست گزارش عزیز، نمی برنامه را اگر شما دقت بکنین پالیسی برنامه چی است، خود به خود ویدا میشه. سپاس رحمانی سی به شما برمیگردیم. آقای خراسانی به زبان آلمانی میشه وضاحت بدین چه چیز باعث میشه که یک تن از ناقلین ولایت هرات در منهایم آلمان 6 تن از شهروندای اینجرا با ضرب چاقو زخمی میسازن، که متاسفانه این پلیس جوان هم یکی از قربانیان عملی وحشیانه یک تن هموطنای افغانمان در منهایم آلمان است. پیام شما چی است؟ دیدگاه نظرتان بر نیازهای امنیتی خصوصا پلیس آلمان. درود و سلام خدمت شما دوستایی که در لایف هستین و گود نابن دوچلند. اونزر تیفست بایلایت است مت ایش. وی استین neben euch und wir sind heute hier, um klarzustellen, dass wir nicht radikal sind, wir sind nicht Extremisten und wir sind nicht Islamisten. Wir leben mit Frieden und friedlich in Deutschland seit ungefähr 30 Jahren. Persönlich ich lebe hier und auch die Kollegen, die hier sind, jeder lebt hier ein paar Jahre. Und was geschehen ist in Mannheim, das hat uns schockiert. Wir sind geschockt von dieser Sache, was in Mannheim passiert ist. Aber wie ich muss dazu sagen, wir haben vor ein paar Monaten ein Live gehabt, in diesem Live von dieser Tribüne TikTok. Wir haben gewarnt, die deutsche Sicherheitsbehörde, die deutsche Polizisten. Wir haben gerufen an die Bundestag. Wir haben auch die bayerische Parlament gerufen und wir haben gesagt, bitte stoppen Sie die Leute hier. Das sind die Leute, die Schläfer im Jahr 2015 bis 2021, 22, 23, sogar 24, die Leute, die nach Deutschland einreisen aus Afghanistan, die sind nicht alle Asylberechtigte, die sind nicht alle Opfer Terrorismus, die sind nicht alle Opfer Gewalt. Die geben einfach so, dass die Opfer von Gewalt sind und Opfer von Terrorismus. Afghanistan ist leider ein Land, das selber Opfer von Terrorismus schon seit Jahrzehnten, seit ewig. Wir haben seit 50 Jahren Krieg in Afghanistan und der Krieg in Afghanistan führt gegen den Terrorismus. Sie sehen, was in 2001 und 2000 passiert in Amerika, in New York. Und auch danach haben sie gesehen, was in London geschehen. Danach haben sie gesehen, was in Paris, in Frankreich passiert. Und danach haben sie auch hier in Deutschland langsam. Und die Leute, die das
Veranstalten oder Gefechten, die anfechten sowas, die sind von Afghanistan. Das ist keine Rede davon, wir sagen nicht. Aber Unterschied ist, dass diesen Taliban, diesen Extremisten, diesen Radikalen und diesen Terroristen, die bekommen ihre Befehle von afghanischen talibanischen Ministerium, Innenministerium und Außenministerium. Die Haqqani Group und auch die Mullah Brother Group und die alle anderen Gruppierungen der Terroristen, die in Afghanistan momentan sich gesammelt haben, und die finanzieren sowas. Und vor ein paar Monaten, letztes Jahr, hat die Hafez Saeed Husti, heißt das, diese Person, er war Sprecher von dem talibanischen Innenministerium, er hat direkt befohlen an seine Anhänger in Europa und auch Amerika, sowohl Amerika als auch Europa. Die haben das befohlen, hat gesagt, töten Sie unsere Gegner, töten Sie die jede Stimme, die gegen uns ist oder gegen Islam ist, in Europa, in Amerika, wo ihr seid, mit Waffen, mit Messer, mit Stock, alles, was möglich ist, mit alles, was man töten kann, Sprengstoff, alles, was möglich ist. Der hat das gesagt. Und seitdem hier, wir haben das erlebt, der allererste Opfer sitzt in diesem Live, der Kabul heißt er. Der junge Mann war neu in Deutschland. Er hat gegen Terrorismus und gegen Extremismus ausgesprochen. Und dann haben sie ihn attackiert. Der war ein paar Tage im Krankenhaus gelegt. Und der hat immer noch Probleme wegen seiner سرشار میدراتور Anschläge. هستی کامنت هایی که علیتان نوشته میکنه مودیش کو با پوزش آقای ببرک خراسانی بزرگوار بین صحبت هایتان آمدم کسایی که پایین برنامه هستین لطفا برنامه را سپورت بکنین تا این عمل زشت و گنده یک تن از ناقلین ولایت هرات که در منهایم آلمان جنایت مرتکب شده در این ارتباط واجب است که تک تک ما و شما بیاییم صدا بلند بکنیم که همه شهروندهای افغانستان کسایی نیستن که خدای نخواسته با افراطیت ربطی داشته باشن یا چاقوکش و آدم کش باشن کسایی که اینجا هستن پناه آوردن در جامعه آلمان اینا به خاطر زنده ماندن اینجا تشریف آوردن اما کسایی از پناهندگی سوء استفاده کردن که تعلق به جریان طالب داره اونا مثل همین جنایتکار و ناقل ولایت هرات که در منهایم جنایت مرتکب شده تعداد زیادی در آلمان حضور دارند ما از نیازهای خصوصا پلیس و نیازهای امنیتی آلمان تقاضای ما ای است که پرونده کسایی که حامی طالب است به طالب لابی کردن کلا بازنگری بکنن در غیر از او این جنایتی که در منهایم اتفاق افتیده ای شاید مکررن تکرار شود در اینجا و این جامعه را به شک ببره بنان من زیاد پرحرفی نمیکنم آقای خراسانی بزرگوار شما از امو جایی که شروع کرده بودین دیدگاه نظرتون را در مورد جنایت منهایم به زبان آلمانی دوباره بازگو بکنین اگر ویدیو بعد باز نشر میشه شهروندای آلمان متوجه شوه که همه مردم افغانستان که در آلمان پناهنده هستند در رابطه با جنایت منهایم اندوگین شدن و با جامعه آلمان همدردی دارن و عمل زشت و گنده یک تن از تروریستان اوغانی که ناقل ولایت هرات است در منهایم اتفاق افتیده محکوم میکنند بفرمایید بزرگوار Ich wollte nochmal sagen, mein Beileid und unsere tiefste Beileid und zu den Angehörigen von diesem jungen Mann, der Polizist ist. Eigentlich, wir haben großen Respekt vor den Polizisten, die sind wegen Sicherheit und Ordnung in diesem Land und die geben Service und man hat sein Leben verloren wegen Sicherheit und wegen Ordnung. Unsere tiefste Beileid noch einmal. Und wir wollten noch klarstellen hier, dass alle Leute, die aus Afghanistan hier eingereist sind, die sind nicht Terroristen, die sind nicht Radikalisten, die sind nicht Extremisten. Wir wollen hier, wir sind geflüchtet wegen Radikalen, wegen Extremismus und wegen Taliban. Wir sind geflüchtet hier nach Deutschland gekommen. Hier wollten wir vor uns heimsuchen, ein friedliches Leben. Aber natürlich inzwischen ist die Leute, die als Taliban-Schläfer, die sind Schläfer, die sind hier gekommen und die sind die Zellen von Schläfer und die wollen hier einfach ihre terroristische Akte üben und im Namen von Islam, im Namen von allem Möglichen, warum und weswegen. Und deswegen die talibanische Sprecher von Außenministerium, Herr Hafez
سعید خوستی er hat vor paar Monate das direkt befohlen an seine Schläfer und an seine Anhänger, töte alle Stimme und vernichte alle Stimme, die gegen uns ist und gegen Islam ist, mit alle möglichen Waffen, entweder mit Waffe, Schusswaffe oder mit Messer oder mit Stock, mit Gift oder mit Sprengstoff, alle was möglich ist. Und natürlich haben wir jetzt gesehen, langsam, die üben sowas. Und die haben keinen Respekt vor die Meinungsfreiheit, die haben keinen Respekt vor die Religionen und die haben keinen Respekt vor Menschheit. Deswegen, die sind hier nicht, weil die Opfer von Terrorismus sind, sondern die wollen eine terroristische Akte ja üben, selber üben. Und die sind deswegen hier. Und meine Rede hier, oder ich bitte die deutsche Sicherheitskraft, die deutsche Bundeswehr, die deutsche Polizisten, die Geheimdienste, alle, die sollen wirklich die Leute, die hier kommen, und zum Beispiel die beste Plattform hier, TikTok, da gibt es mehrere Leute im TikTok, die üben jeden Tag, veranstalten sie eine Live, und im Live die unterstützen den Terrorismus und die Taliban. Die Leute, ich bin geschockt, weil eine Journalist, sogenannte Journalist oder YouTuber, der heißt, wie heißt dieser Mann? Jamil Qadiri. Poya. Jamil Qadiri in Poya heißen die, und die kommen, veranstalten sie live hier und die unterstützen die Taliban. Ich bewundere mich, die sind nach Deutschland eingereist, bei der deutschen Behörde haben die gesagt, die Taliban tötet uns und wir sind Opfer von Terrorismus, wir sind Opfer von Radikalismus und wir sind Demokraten, ich bin YouTuber und ich komme nach Deutschland. Und sobald der in Deutschland kam, nach 2 Monaten, plötzlich ändert seine Meinung und dann übt Lobbying für die Taliban. Und dann redet, dass die Taliban keine terroristische Gruppe ist. Und solche Menschen sollten noch einmal verhört werden und solche Menschen nochmal sollten, weil die machen im Endeffekt auch, bringen sie die Nachricht von Taliban zu den Anhängern und zu den Schläfern. Und da muss man ganz vorsichtig sein. Was wir heute reden, natürlich, das ist nicht weit von Gefahr. Unser Leben ist auch in Gefahr, weil wo wir reden, die Taliban-Anhänger kennt uns in unserer Stadt. Aber natürlich, wir kämpfen dafür und wir setzen uns dafür für Menschheit, für Demokratie, für Freiheit und für Frieden. Wir wollen in Deutschland friedlich leben und wir geben keinem Recht, dass die hier kommen in Deutschland. Wenn du so Extremist bist, wenn du so gegen bist, was suchst du denn hier in Deutschland? Bleibst du bitte, wo du bist. Bleibst du bitte in Afghanistan und übe deine Religion mit Afghanistan. So wie du in Deutschland kamst, du hast gelernt, hier sind Europa und hier wir sind Meinung, wie jeder hat Meinungsfreiheit, wenn jemand was spricht über Religion, aber Gewalt ist untersagt. Auf alle Fälle, auf alle Sorten von Gewalt ist untersagt. Gewalt ist nicht akzeptabel in Europa oder in Deutschland oder irgendwo. Das kannst du vielleicht Gewalt in Afghanistan, weil da haben wir nichts zu sagen. Aber hier in Deutschland ist Gewalt untersagt. Gewalt ist nicht erlaubt, Terrorismus nicht erlaubt, Extremisten nicht erlaubt, Radikalismus nicht erlaubt. Wir leben seit 30 Jahren hier in München. Wir haben ja unsere Moschee, wir gehen zu Gebet. Keine Deutsche hat uns irgendwie benachteiligt und niemand hat uns gesagt, wir dürfen nicht beten und wir dürfen nicht Koran lesen oder wir dürfen nicht Moscheen haben. Wir haben hier unsere Moscheen, wir haben unsere Imam und wir haben unsere Community hier. Wir sind Moslem, wir sind stolz, aber wir sind keine Terroristen. Wir sagen ab die Terroristen. Wir sind gegen die Terroristen, gegen die Extremisten und Radikalisten. Und سپاس آقای خراسانی به شما برمیگردیم. آقای کنان، این هموطن ناقل که در ولایت هرات بودوباش داشتن در منهای آلمان جنایت مرتکب شدن. شما از سر و کله و قیافه و ظاهر ایشان اگر دقیق شوین همه چیز وایدا است. چهره ظاهری از این با طالب که در افغانستان است هیچ گونه تفاوت نداره. برادرای همفکرش ما شاهد بودیم در افغانستان با کله های هموطنای ما فوتبال بازی کردن، اما این آدم در آلمان جنایت مرتکب شد که با چهره تک تک پناهجوهای اینجا شرمساری را ظاهر ساخت. ما به صفت شهروندهای او سرزمین امروز واقعا شرمسار به ای هستیم که یک هموطنمان از پناهجویی سوء استفاده کرده جامعه آلمان را به ماتم نشاندن. نظر دیدگاهتان چه چیز باعث شد که همچو اشخاص بتانن اینجا بیاین
و بعد با گروه های افراطی و آدمکش به نوع ارتباط قایم بکنن. سلام به منظر شریف احمد، دوستای عزیز و گرامی، استاد شیوای بزرگوار، خراسانی صاحب، سرشار عزیز و مجیب رحمانی، دوست عزیز دیگه که تازه آمدین، جناب شما و همه دوستایی که ما را بیننده هستن، ولی آدم تأسف میکنه. در اروپا وقتی اروپایی ها صبح از خواب میخیزن، اولین کاری که میکنن قبل از اینکه صبحانه بخورن اخبار و روزنامه را میخوانن. از پیر جوان تمامنش سر و کارشان با روزنامه و اخبار است و هر حوادثی که در سرزمین در اروپا رخ میده، چه خوب و چه بد، او در او اخبار و مجله و روزنامه و اطلاعات درج است. و وقتی که اینمی تو اعمال تروریستی انجام میشه، او را خیلی در خط درشت و در ای در اونمو چیز روزنامه نوشته میباشه که چه جنایت صورت گرفته. وقتی مردم میبینن که یک افغان یا یک افغانی که قتل کرده، نفر کشته، بر از او دیگه وقت تفکیک نمیتونن کرده کی را کی کشته، ای پشتون است، ازبک است، ترکمن است، هزاره است، او این موضوعات نمیفهمن. هاجل در ذهن و فکرشان اینمی طالب و اینمی جماعت افغانی که در اینجا هستن، از هر قومی که هست، افغانستانیا، یا در ذهن و فکرشان امکارشان باشه، هر چه باشه، این اینمی آدم تروریست در ذهنش میاد. و وقتی با یا صبح در کار میری، در بازار، در اینمی اجتماع، مثل از این که طرف یک ایوان سیکران، اینمی تو نگاهش با تو اینمیست. یک زمان یک افغانستانی اینمی از هرات بود، از تاجک تبارا، من ایره دایم که پرسان میکردم، امرای آلمان ها صحبت میکرد، میگفت از کجاستی، میگفت از ایران. من یک روز گفتمش، گفتم او برادر، حالت ما خود ما یک عالم افتخارات داریم، چرا افغانی خود نمیگی یا افغانستانی خود نمیگی؟ خب این مرا گفت یک مدت که تیر شد، باز خودت هم میده همی گپ میزنی. و او استدلالش ای بود که ایجا هر جنایتی را که انجام میده او افغانی است، به می دلیل من از امی نام بیزار هستم و حال من او انسان درک میکنم. امی یک زمان امرالله صالح یک نقل قول کرد، گفت برای من سفیر شیراز یک وقت گفت دمی هر جای یک قوطی ناس پیدا میشه یک افغانی است. آله امی هر جنایتی را که در اروپا میبینی کمی انجام میشه، نفر سر بریده میشه، تجاوز میشه، دزدی میشه، هر آن جنایتی که میشه وقتی کمی انجام میشه میگم خدایا کی افغانی نباشه، خدایا افغانی نباشه، که میبینی که صبح تحقیق شد او افغان است. بناهن ما خود آل اجازه میتیم، به خود ای حق میتیم که دیگه بگویم افغان نیستیم. دلیلش ایست که یک برادر پشتون اگر ایجا میاد جنایت میکنه، من تاجک متمدن هستم، من بزرگ شدم با شعر، ادبیات، فرهنگ، با اینی مسائل گپا سر کارم هست، من نمیتونم اینی نمی نام زشتو، نامی که باعث ننگ است به تمام مردم خصوصا در جهان، ایره به خود بقبولانم. ما امیال به افتخار میگم که من ایرانی هستم. وقتی یک شاعر امتبار ما میگه من از پنشیر از دوترین نقطه ایران هستم، او سنجیده ای که با میزنه. ما هم امروز میگم تاجک هستم، تاجکستانی، ایران هستم، ایرانی، از ایران هستم. به دلیل از این که ایجا ما از زمانی که آمدیم ایرانی ها یک روز دعوا نکدین، یک روز دوزی نکدین، یک روز سر نبریدین، یک روز اف نفره اش نفره مثل افغانا سر یک دختر آلمانی و دوچ و فرانسوی و بلژیکی و انگلیس تجاوز نکدین. چرا ما با افتخار نگویم وقتی ما زبانم پارسی است؟ چرا نگویم اشکام هاوس ایران؟ بناهن اینی مسائل گپا باعث میشه که مردم از این نام ننگین، نام وحشت، نام انتحار، نام انفجار متنفر باشن. دلیلش اینه نمیز. اینه خدا شاهد است ده ها حادثه که در اتریش شده انجامش داده یک افغان.
و وقت تثبیت شده هویتش یا صافی بوده یا زازای بوده یا چیزی بوده. خو این باعث میشه که با چهار تا پشتون با شرف و با عزتی هم که دینمیجه زندگی میکنه بر ازی هم لکه ننگ شوه و آینده از یارم در خطر بندازه. در ایران یا جنایت میکنن، در ترکیه شما دیده که دم غم مچم چی یک گروه بود کجا جیب مردم ها میزدن، مردم ها میکشتن، ترک کشتن، عرب سوری را کشتن، افغان خود را کشتن، رفتن با چوقوی کلان کلان. در افغانستان ننیش در گوسالخانه ولادت میکنه، سر ولادت میمره از جهالت و بدبختی و بیچارگی و فقر و ناداری بچه شی جمعه لم غم مچم چطوره کنی سر بزن سر ببر. او بدبخت تو که از یک کشور جنگ زده از یک کشور بی عزت و بی آبرو آمدی در ایجا ایجا بیا ادغام شو کار کو حد قلب فامیلت بونمو مادر بیچارت که در کنر است، در پتیاز، در هر گوشه افغانستان است، اونموی که از کوچکترین امکانات زندگی از سهولت‌های زندگی محروم است، یک چهار برش روان بکو مثل انسان ایجا درس بخوان تحصیل بکو. این اینمی جامانم و ریششان زیر قول دیوانه واره، این اینمی قد دور از شرافت از برادر ما سر و از دندانا چتل و مردار، اینمی تو پاچا قرد کرمه چکت یک وضعیت لباس بپوش بیرق افغانستان دینی جا آل بیرق چی میکنی جا برو کار بکن ادقل بمو 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 فامیلت که نان نمیافه روان بکن. این اینمی جلو چکی بی بندباری چرس فروشی تریاک فروشی این تمام جرم و جنایت این اینمی طبقه سی جا انجام میتن. و وقتی که بگو که من افغان نیستم او بی غیرت هسته، شما چیسته افغان؟ امو عزت را که ای اسم داره تو بر من یک نمونه شه بگو. افغان یعنی خاک فروش، افغان یعنی تروریست، افغان یعنی بشکه زرد، افغان یعنی نی در کدام همایش فرهنگی ما دیدیم شما را؟ حالا اینمی مجتمعی های از یاست، ما از یا خواهش میکنم که او پشتون با عزت، او پشتون با عزت که تو آمدی درس خوانی تحصیل کردی، وظیفه و رسالت ایمانی و وجدانی تست که بیای اینمی رمه گوسفندی که تازه آمدین یا را تو ادغام بسازی، برو برش آموزش بده در مسجد، در مکاتب، در همه جای بشین برنامه بگی، بگو که در سر کمد با بلند نشو چارزانو نشین، دینیج دندانای تا بشوی پیش راکتر که میری با وقت برو، عطر بزن، پودر بزن، افته پر گنده نگرد، خود یک کمک اصلاح کو انسان شو، ایجا دخترها را که میبینی گوسفند وره سرش پرش نکوی یا یعنی می فرهنگی سال از آزادیست. تشکر با شما، برمیگردیم. آقای سرشار، در رابطه با اتفاق منهایم نظر و دیدگاهتان چی است؟ چه چیز باعث میشه یک ناقل ولایت هرات میاد اینجا جنایت مرتکب میشه؟ سلام و درود خدمت خود شما فراتان بزرگوار و میمانان در برنامه. من میخوام نظر خود کوتاه بگویم، وقت دیگه دوستارم بگیم سا شیوام سا وقت میشه در انتظار است. در قدم نخست تسلیت دارم به خانواده پلیس جوانی که توسط یک افغان تروریست به قتل رسید و همچنان تسلیت به هم‌مسلکانش. بله، جنایت تا این حد کشید. جنایت افغان یعنی طالب، طالب یعنی تروریست. پایشان در اروپا رسید و در اروپا با کارت در روز روشن پلیس را میزنه و از پا در میاره. یعنی به قتل میرسونه. دو روزه که در کوما بود بالاخره امروز فوت کرد ایشان. آل هواداران از این طالب، هوادار این تروریست که امروز در پیش سرت عکس خود عکسی کثیف چهره را گذاشتی، خطاب به اونم کسایی که از طالب حمایت میکنن و ایر انتظار داشته باشن. آل خود همین گروپ راستگرانشان که در این چند روز تظاهرات داشتن، آل گروپ دیگه که طرفدار مهاجرین بودن، به خاطر این کثیف چهره حتی اونها هم خواستن که همچو چهره های پلید کثیف از اروپا چی بکنن، باید دیپورت بکنن، باید هم همچو کثیف ها دیپورت شوند. اینها در داخل افغانستان چی کار کردن که در اروپا و در امریکا و در سایر کشورهای دیگه که نه زندگی میکنن جز وحشت، دهشت، کشتار، قتل، ترور دیگه هیچ کار نداره. اینها باید اینا به سزای اعمالشان برسن، برن به عموم افغانستانی که اینها لانه های تروریست در اوجه جا دادن و اینها دم غم پشتون حکومت میگن، دم غم افغان حکومت. گر نداری غیرت افغانی هم با میدان آمدی با میدانی هم در میدان که آمد مرداری میگن که تمام دنیا جمعش نمیتونه. واقعت ای بی عزتی، ای بی آبروگی، ای بدبختی که از دست ای کثیف چهره ها و ای
به نام افغان که امروز کلمهش به دنیا به نام تروریست میشناسه با واقعا خیلی دیگه خسته کن شد و خیلی شرم آور شد. خیلی شرم آور شد. یعنی از این وحشت و دهشت هنوزم دست نمیکشید. ببینید یک چیز من بازم من بیان میکنم، همچو کثیف هایی که دست به همچو اعمال میزنند که ترور میکنند، کشتار میکنند، قتل میکنند، وحشت و دهشت به میان میارند، اینها کلش دستوری است. والله قسم میخورم که اینها کلش دستوری اونمو ملا ایبت الله عینوی لواتکار و اونمو افرادای به نام اونمو این چوچاهای انتحاری که در اون سرزمین امروز مسلمان ها رو مسلمانایی که به واقعیت از صدق دل مسلمان هستند و این وحشی آمدن به شکل دیگه دین افرادیشان که فقط دین از اینا چی است، فقط چاقو بکش و بکش و ترور بکو و زنا بکو و لواتن بکو. و دولت آلمان، از دولت آلمان تقاضا را میکنیم که باید همچو کثیف چرا به سازای اعمالشان برسن، سرشماری شوند. حالا حتی زنهای از اینها، حتی زنهای تروریست ها در سوشل میدیا میاین کامپاین میکنن به طالب و زنده با طالب میگن ای لعنت به مو طالبت، ای لعنت به مو افغانیتت که به امروز شرمسار دنیا و آخرت شدیم توسط یک گروه وحشی دهشی دهشت افغان. و امی افتخارتان که فقط چاقو بکش بکش وحشت دهشت بکن، چی افتخار هستی؟ به چی تان مینازید؟ حالا که این مردم در اروپا آمده، در آمریکا رفته و در کانادا رفته، خواهد این بدبختی فرار کرده. خوشمایی که این بدبختی رو خوشداره برید و سرزمین برید. هر بد میکنید، هر بیادکمی ماف، بیادکمی ماف، هر غلطی که میکنید، برید و سرزمین بکنید. حداقل بگذارید 4 تا مسلمان، 4 تا خانواده که امروز به این کشورها به حد یک زنده ماندن پناه آوردن، همینا رو بگذارید که زندگی سالم و آباد و آرام داشته باشن، که حداقل به مو سرنوشت و فامیل خود برسن. سپاس آقای سرشار، به شما برمیگردیم. قبل از اینکه پرسش رو از ساشیو مطرح بکنم، هموطنای ما به خاطر زنده ماندن تاجک، ازبک، هزاره در کشورهای اروپایی وطنشان رها کردن، از صفر شروع کردن، از دست اینمی مردم افراطی آدمکش و جنایتکار که در افغانستان اینا با کله انسان فوتبال بازی کردن و حال از بازم از این کتله مسئولیت ندارن و اینمی مردم افراطی زیر نام پناجو در کشورهای اروپایی آمده، خصوصا در آلمان از این میشه برای طالب لابی میکنن، مگر همون طالب دیگه که آوردن با جمیل قادری در یک از مساجد در آلمان بدرقه نکردن، کف نزدن امی هموطنای افغانمان. ویدوهایش مستند در امی آلمان نیست. خواهش ما از نیاتهای امنیتی آلمان اینمی است که اینمین گونه تفکری که حامی طالب شده در این کشور یک غده سرطانی است. اعمال زشت و گنده از این عرق شرمساری را به چهره تک تک شهروندای اون سرزمین که تاجک است، ازبک است، هزاره است، در اینجا پناهنده است و رخساری از اونا بوجود میاره. باید هرچه آجل پرونده های این افراد آدم کش و نجیس به نام هموطنمان بازنگری شوه و اینایی که خوشحالن که افغانستان طالب تأمین امنیت کرده روان کنن در افغانستان، دیگه اینجا چی میکنن؟ گفتی اما شهروند آلمان که اینجا اولاو بشخو نیست، کالج اولاب داشته باشه. استاد شیوای بزرگوار، شما همی قیافه ظاهری همی را میبینی که در همی جامعه آلمان هم هیچ گونه سر نمیخوره و از یک چیره وحشی بربریت و آدم احساس میکنی که در خوست و هلمند و پکتیا یا در افغانستان باشی و این آدم را در وسایط طالب ببینی. اینا جنایتشان روی بقیه مردم افغانستان به نام از اینکه از افغانستان هستن نزد جامعه آلمان تاثیر منفی نمیگذاره. ما شاهد بودیم اون روز یکی از احزاب قدرتمند آلمان در کل قسمی صحبت میکرد که همه شهروندای افغانستان در بر میگرفت. ما یک تانه باز بکنین بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت خود آقای فروتن گرامی، آقای مجیب رحمانی، آقای ببرک خراسانی عزیز، همچنان کنان گرامی، سرشار عزیز و 184 نفری که در پای لایف هستن. ما میخواییم یک مورد اشاره کنم که جنایات
افغان ها از عید رمضان تا عید قربان در سطح کشور ما نیکی، در سطح دنیا، در سطح کشور ما خو مردم بیچاره و درد دیده ما اصلا با شلاقی از اینا گفتیم مردم شب و روز و سه وقت خود با غذا یک جا میخورن. اما در سطح دنیا میگم ببینین ما در سیوم در دوم عید رمضان شاید یک فاجعه وحشتناک در اول عید خو فاجعه یک چیه فاجعه شاید یک فاجعه وحشتناک در فرانسه بودیم که در نماز عید یک افغان با کارت با چاقو چند نفر را زخمی کرد و حتی کشت که تا پلیس شلیک کرد سرش و از پای در آوردش. بعدش در دومی ما در کالیفرنیا شاهد یک جنگ بسیار خونین بودیم که حتی همو مهاجرین افغان تباری که آمده بودن خانمایشان هم در جنگ با امریکایی ها درگیر شدن، با جوانای امریکایی. دیگر متاسفانه در چهارم عید در شهر پنسیلوانیا، در استیت پنسیلوانیا، در شهر فیلادلفیا یک جنگ خونین دیگه در اونجا شد که سه نفر در اونجا زخم برداشتن و در شفاخانه رفتن. و بعد از او هم تقریبا نمیدانم که 10 روز بعدش بود یا 11 روز بعدش بود در استرالیا در داخل یک فروشگاه یک افغان پشتون با کارد دستی خود در آمد، 2 نفر شدیدا زخمی کرد که فغان مردم استرالیا برآمد. یعنی ببینین وقتی که سعید خوستی هدایت میده که ما گفتیم که مخالفین امارت شیطانی طالبانی افغانی را در هر جایی که دیدین با کارد بزنین، و ما وقتی که میبینیم در تیارهایی که از کابل میخواین کشورهای خارجی مردم آسیب پذیر بکشن و امارت شیطانی افغانی طالبانی قائم میگیره که باید در هر پروازتان اینقدر نفر افغان هم از ما را جبری ببرین، همگی دستوری های خودشان افراد خودشان اجباری روان میکنن و در اینجا تا فاجعه خلق کنن تا نظم منطقه را نه که فرا منطقه را برهم بزنن. و متاسفانه ما در یک پدیده اصلا تأسف آور دیگه مقابل میشیم که او تیک تاکرها و کاربرای دنیای مجازی از اینا است که همون لابیگرای رژیم طالبانی شیطانی است. اونا در دنیای مجازی یا سوشال میدیا زمانی که در فرانسه 2 نفر افغان پدرفروش کشته میشه، اینا میآیم نظم امو موقعیت فرانسه را یک جای مهمه برهم میزنن، در روی خیابان حتی دکانهای مردم را چور میکنن، زباله‌دانی ها را بیرون مندازن، ده ها رقم کار دیگه بی‌نظمی میکنن به خاطر کشتار 2 نفر از قاچاق برای افغان. اما امروز وقتی که یک جوان تحصیل کرده آلمانی که خودش افسر پلیس است توسط از اینا شارقش بریده میشه و 6 نفر دیگه هم زخم میورداره، 1 نفر از تیک تاکر با وجدانی که بگوی به نام وجدان چیزی در وجودش داره از امی افغانا در سوشال میدیا صدای خود نمیکشن، قطعا نمیگه که در آلمان چی اتفاقی افتید، قطعا نمیگه که در آلمان یک افغان جنایت خلق کرده، یک افغان بالاخره باعث بدنامی سایر مردم اونمو سرزمین شده، اونمو جغرافی های خراسان شده. یعنی که امروز تا اینی حد اینا افغانوالی برشان اهمیت داره،
به قول نجیب گاو که وقتی در یکی از صحبتایش میگه قبل از اینکه شما 1300 سال پیش مسلمان شوین، قبل از او شما افغان بودین. افغانیت مقدمتر از اسلامیت است. و چند پیش هم یک ویدیوی دیگه برآمد که ما شما شاهد بودیم که یک افغان میگه ما تمام دنیا را فدای قوم افغان، نام افغان میکنم و بالاتر از افغان و افغانیت هیچ چیز برای اهمیت نداره، اسلامیت، انسانیت هیچ چیزی برام حائز اهمیت نیست جز افغانیت. و میگه امی هر افغان میگه فدای نامش میشم، اما دیگه هیچ چیزی، نه قوم، نه انسانیت، نه اسلامیت، هیچ چیزی برام اهمیت نداره. پس ببینید وقتی که یک قشر و یک کتله جنون زده و جاهل و جهالت پیشی را تا اینی حد ما به نام هموطن در او سرزمین داریم که در سراسر دنیا باعث سرفگندگی ما شدن، در سراسر دنیا باعث خجالت ما شدن و در روی مردم دنیا ما سیل کده نمیتونیم، همه کس در رخ ما اینه میره میکشه که شما عبارت از دزد، چپاولگر، قاتل، انفجاری و انتحاری و صدها رقم عیب و عیوب دیگه. یعنی که ما از کدام دیدگاه بیاییم و دمی کشورها در کنار از اینا بیستیم و از اینا به عنوان هموطن یاد کنیم، یا ما خود افغانستانی بنامیم یا چه برسد ای که واژه ننگین و زشت افغانیت را بپذیریم. پس این بدنامی را که خودت گفتی تنها مرتبط به او آدم است یا به عمق است، تنها و تنهایی مربوط اینا نمیشه. خارجی ها اینمی فکر میکنن که اهل اونمو کشور در مجموع یک مردم و اینمی تاپی ننگین افغانیت هم که اونا در پیشانی عمکس میزنن، میگن اگر دینمی دور از رویتان چتلی و مرداری ملخشیدیم، تو هم باید بلخشی، تو هم باید دینمی نامیاد شوی، شهرت و هویت تو هم اینمی باید باشد. قطعا ما باید برای دنیا اینمی آگاهی را بتیم، اینمی ذهنیت را بتیم. ما نه افغان هستیم، نه پشتون هستیم، نه پتان هستیم، نه هم اپگان و بپگان. ما تاجیک هستیم، فارسی زبان هستیم، آریایی هستیم، خراسانی هستیم. افتخار ما، جد ما، گذشتگان و نیا و نیاکان ما برمیگرده در مولانا و فردوسی و در صدها ابرمرد دیگه عرصه زبان و ادبیات. ما نه از تبار احمدشاه عبدالی دزد هستیم، نه دزدی و چپاولگری میراث تباری و بابا و بابا کلان ماست. ما مردم بزرگوار طرفراز هستیم. آقای رحمانی، از شما کوتاه دیدگاه نظرتون، بعد آقای خراسانی را میگیریم که نتیجه گیری بکنن و پیامشان به زبان آلمانی. آقای مجیب رحمانی، اگر شما بکنم زبان که مردم اروپا بلدیت داره، حاکمیت دارین، میشه دیدگاه نظرتان را با مو زبان مطرح بکنیم؟ چرا عدد من روشنگری است تا تاپی ننگین و چرکین افراطیت را بر جبین همه شهروندهای افغانستان کوبیده نشه. ای که طالب و حامی طالب در اروپا است در این جای شک وجود نداره، ولی اکثر شهروندهای افغانستان از مظلومیت و بیچارگی به خاطر زنده ماندن در این کشورها پناه آوردن، هیچ گونه ربطی به افراطیت نداره. فروتن عزیز، بازم سلام عرض میکنم. من به هم فارسی میشتم براتون بگویم. متاسفانه حاکمیت کامل به زبان آلمانی ندارم که بر توضیح بدم. دوستان خیلی نظرات خوب و نیکی دادن و در جنبندی ما میگیم که ما یک کار بکنیم که حداقل اینمی چهره هایی که همین پروسه دوباره تکرار نشه، چون ما که میبینیم تکرارش خیلی زیاد است، احتمال تکرارش که دوباره یک جای دیگه از این سر بزنه. ما هم یک کار بکنیم که همین چهره ها که بین خود ما هست، حالا در داخل شهر است، داخل دوست است، آشنا است، اینمی چهره ها رسانه ای کنی، به علاوه رسانه ای کردن یاره در نهادهای پلیس، عدلی و قضایی شده اطلاع بدی، راپور شده، گزارش شده، نهادی باشه، همین جمع که دوستان هستن، هر کدام ما یک تا از یار، اگر ما
رسانه‌ایش کنیم یا به نهاد عدلی و قضایی معرفی کنیم که سازمانی وجود داشته باشه، نهادی وجود داشته باشه که یار حداقل ببینیم تحت یک کنترل بگیره طالب، تا یک یکی از سیاستگرای طالب را از هالند بود کجا بود در امی آلمان آوردن در یکی از مساجد آدمای در کناری از اون نشسته بودن کف می زدن چهره ویدیوهایش از اینمی اشخاص باید مورد پیگیری قرار اینم بگیرد دوسیه های از مطمئن اینو باش او بازنگری اشخاص شود او اشخاص حال اینا مورد دیگر پیگیری مسئولیت دارن در افغانستان امنیت است با طالب هم مشکل ندارن پس جامعه لا. ایجره به سمت اصل نامی اصل نکشانن باید اینا اصل شاهدان افغانستان اصل روان قانون شود. اساسی اولین اصل قانون اساسی آلمان یک آزادی بیان است. دیگه آزادی بیان یعنی هیچ به هیچ عنوان امکان نداره که آزادی بیان کسی نقض بکنه یا از همون بند استفاده میکنن سوء استفاده میکنن سوء استفاده میکنن و هر چی که دهنشون در میاد میگه و توهین میکنن ولی یک کس دیگه که میاد یک دین نقض میکنه او را سری تکفیر میکنن میکشندش سری یعنی وقت هم برش نمیده اگر ما و شما با همین عقیده اگر در افغانستان باشیم مطمئن باشه که یک روز برات فرصت نمیدن میکشندت این حالا ما جنبندی به بیشتر بس زیاد کوتاه درادش نمی کنم جنبندی همین که ما یک بین خود ما بین همی کسایی که هستن یک چیزی درست کنه یک نهادی درست کنه که این مردم ها رو حداقل ما بتونیم از فاجعه بعدی جلوگیری کنیم به این لکه ننگ به ما زدن حالا یک دفعه در پاریس او کار کردن یک دفعه دیگه تظاهرات کردن در پاریس که تنبان ننی خود بسته کرده بود زباله سطح زباله رو منداخت در این سرک یکی دیگهش در لندن او جنایت کرد با چوب و چیز افتید و شیشه های موتر مردم رو میدان میکرد یا یک تا نیستن دو تا نیستن اق زیاد هستن که مثل یک خسک کنه در همه جای پخش شده هم ما بیشتر دی بس را درست نمی کنم با تصمان هم کار دارم باید برم سرکارم و شوکارم هستم سلامتیتان آقای ببرک خراسانی و از شما مشتمید با اجازه تو مطلع میرم پایین خدا حافظ سلامتیتان گود نبن داشتن نخمالش بین هیا ام دی زمانفسونگ بس ان دیزه لایف گشین است و بس دی alle Sprecher hier sich geäußert haben. Alle sind einstimmig gegen Terrorismus, gegen Radikalismus und gegen Talibanismus. Und alle sind einstimmig gegen die Leute, die hier Unruhe verbreiten. Alle sind hier gegen die terroristische Akte, jegliche terroristische Akte. Und die Taliban, die Schläferzelle, die hier in Deutschland sind oder in Europa oder Amerika, überall, die müssen geprüft werden. Und das ist einfacher Weg hier im TikTok oder im Instagram oder im Facebook und so. Die sollen verfolgt werden. Und wir werden sehen, dass die deutsche Bundesverfassungsschutz den auch erkennen können. Zum Beispiel eine von denen ist gerade leider in dieser Live gekommen, Herr Akram Shams heißt er. Der hatte ein Profil, die Mullah Yakub, sein Profilbild. Und der Mullah Yakub ist die Führungskraft von den Terroristen. Und er lebt in London und dummerweise hat er in einer Live, in einem Video, in einem TikTok-Live sich geäußert und hat gesagt, er ist bereit, Selbstmordattentat zu üben. Und wenn jemand in einer Plattform von TikTok öffentlich sich äußern kann, dass er eine Selbstmordattentat üben will und niemand fragt ihn, das ist auch eine fragwürdig. Und warum die deutsche Behörde oder die englische Behörde bis heute hat ihn nicht verhört? Warum hast du in TikTok Live Plattform hast du gesagt, dass du willst eine Selbstmordattentat üben will? Deswegen noch einmal, wir wollen klarstellen, alle, die aus Afghanistan sind, die sind nicht Terroristen und alle, die hier sind, auch nicht Terroristen. Natürlich ist, wir geben zu, dass die Schläfer von den Taliban hier gekommen sind und die folgen ihre Befehle aus Afghanistan. Direkt aus Afghanistan, aus Interieurministerium, aus Said Husti, die Sprecher oder alle anderen Terroristen, die terroristische Zelle, die in Afghanistan sind. Und die bekommen ihre Befehle. Unsere Wunsch, unsere Rede oder unsere, was wir von deutscher Bundeswehr oder von Bundesland Bayern oder von Nordrhein-Westfalen oder von den anderen wollen, dass die Sicherheitskräfte, die sollen wirklich prüfen, was die hier in die Öffentlichkeit geredet haben über die Taliban, über den Terrorismus oder über, dass die Unterstützer von den Taliban und Terrorismus hier und da wird eine große Hilfe sein. Die Leute sitzen in Hamburg oder in
Köln oder in Frankfurt oder überall, die äußern sich öffentlich hier und die wollen die Leute ermutigen, dass wir auch hier uns äußern wegen Terrorismus in Social Media. Warum könnt ihr nicht heimlich üben? Und natürlich, das ist eine provokative Sache, dass die Leute provozieren, dass die sollen auch die terroristische Akte heimlich üben. Und darum bitten wir vor die deutsche Sicherheitskräfte und wir sind auch bereit mitzuhelfen und mitzuwirken, dass wir auch die Leute, die terroristische Ansicht haben oder Extremist sind oder Radikalist sind, und wir können auch dabei helfen, denen zu entziffern und verfolgen und dann auch verhören und so weiter. Und ansonsten, wir werden demnächst sehen in Deutschland, wenn die deutsche Sicherheitsbehörde nicht streng dahinter ist, da wird noch schlimmer passieren in Deutschland. Und das ist Anfang und dann da gibt es kein Ende, wenn sie nicht direkt hier was unternehmen müssen. Vielen Dank von Herrn Frotan und von allen anderen Kollegen, die hier in diesem Live sich geäußert haben gegen Terrorismus. Und noch einmal, wir sagen, dass unser tiefste Beileid ist bei der Familie von der Opfer, von diesem jungen Polizist und von seinen Kollegen und von der deutschen Bevölkerung. Wir sind auch deutsche Bevölkerung, wir wohnen hier, wir leben in friedlicher und unser Beileid ist mit der Familie und der Opfer. Und wir hoffen, dass solche terroristische Akte nicht noch einmal in Deutschland oder in Europa vorkommen. Und wir sagen das ab. Wir sagen jegliche terroristische Akte ab. Und die Terroristen haben keinen Platz in Deutschland und in Europa. Ich bedanke mich herzlich. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Herr Kenan, ich danke Ihnen. بله تشکر. یک چیز دیگره که ما میخوایم خدمت دوستان عرض بکنم ایست که در این اواخر اونمو تبلیغی هایی که در پاکستان بودن اون از امو تبلیغی ها در این اواخر در اتریش آمده و در آلمان آمده و در یک تعداد مساجد یا میرن و اجازه اقامت میگرن در مسجدی که ما همیجا هستیم. یکی از دوستان کوجت از تبار خود ماسته با یا اجازه نمیته و یا اونمو گروپ های هستن که جا آمدن به نام تبلیغی و یا چه میکنن یا سربازگیری میکنن تا در اینمی کشورهای اروپایی مخالفین طالبا را امون رقمی که قاری سعید خوستی گفته بود بیاین تعجیز بکنن آموزش بتن به ترور و وحشت و قتل و کشتار و اونمو افرادی که علیه از یا صحبت میکنه و عدالت خواهی میکنه از بین ببرن و در ضمن علیه کشورها و علیه منافع اروپایی ها هم هر لحظه که بخواهن واقع میشن. بنابراین دوستا و عزیزایی که در مساجد و جاهایی که میبینن که می افراد مشکوک دیده میشه باید از عاجل به پلیس اطلاع بدن تا از شر از این گروه جنایتکار و کسایی که باعث اخلال نظم عامه و از بین بردن انسان ها در اروپا میشن جلوگیری شود. همی یک مجموعه که چند وقت پیش تمیز فرانسه برآمده بودن خرابی و ویرانی شیشای موتر را بشکنان و چند روز راه پیمایی هم نمیشه گفته وحشیگری و قلدری و لندغری. حالا زمین کسی باشه سوال بکنه که این اینمی انسانی را که شما کشته امیام حق دارن که برن راهپیمایی بکنن و شعار ضد اوغانوالی بدن و ضد اسلامی بدن. اینمی آدم با اینمی ریش شاید امی کلمهش هم نفهمه ولی من ایس یک مسلمان افراطی و رادیکال امروز در جهان مطرح است، معرفی شده و هویتش هم افغانی و در تمام شبکه های اجتماعی و حتی در رسانه یک ویدیو را خودت روان کرده بودی دیدم که میگن که از جماعت پشتون است. اینالی چقدر ضرر میرسانه به قوم شریف پشتون. اینمی چند تا پشتون با عزت که دین اینمی اروپا و در اینجا زندگی میکنن و اگه امور با عزت زندگی کردن ای لکه ننگ بر از او پشتون هم است و به مای تاجک هم است و ازبک هم است و هزاره هم است. بناهن جلو از این افراد گرفته شود
وقتی در جمعی را پیمایی میکنی و تظاهرات میکنی، این انمی حق انمی دوچا و آلمانی هست که شما را این انمی طبقه که آمدن کل از این را دیپورت بکنن و بالاخره یا کار میکنن این انمی گروه ها و پارتی هایی که زد ماجر هستن یا خیلی در ارتباط فعال هستن و این باعث میشه که انمی اقتدادی هم که از طریق آلمان از افغانستان در لست خروج هستن کار از وام به تعویق بفته و کار از وام نشه و یک تعداد غریب و غربه و بیچاره هم که تازه آمدن منعیس پناهنده و یا هم کسایشان رد شد و سالا به سرنوشت بارن به دلیل از اینکه یک جنایتکار، یک تروریست، یک قاتل، یک تبهکار، یک بشکه زردی اینجا میاید جنایت انجام میده. بنابراین خواهش شما از اینمی وطندارا و همتبارای ما ایست که در هر گوشه که این اینمی تو تفکر و ایدولوژی را میبینه فقط اطلاع بده به پلیس که تو اونموجه پیش از اینکه پر و بال باز بکند گرفته شما و همراه از او برخورد قانونی شما. سپاس آقای کنان، به شما برمیگردیم. آقای سرشار از شما مشنویم بزرگوار. فروتن سه من خود گپای خود زدم جنبندی هم کردم، من با اجازه تان میرم. سلامتی تان آرزو، از سپاس آقای خراسانی. خدا نگه. سلام علیکم. درود دوباره دوستان عزیز، ما هم یک کوتاه نظر میتم، البته در رابطه یک کلمه گپی که هم جناب کنان عزیز یادآور شد برادرای با عزت پشتون گفت، واقعا که امروز ما میبینیم تر خشک یک جا شده، تر خشک یک جا شده، در بین خشک تر هم میسوده، در بین تر خشک هم میسوده. چرا این گپ گفتم؟ بخاطر از اینکه ما امروز در افغانستان ملت در اسارت و بردگی قرار داره و ظلم به حوج خود رسیده است. مردم آرامش نداره، مردم گرسنه است، در فقر بیچارگی است و طالب ها هم از پول انگفت که از کشورهای خارجی میاد عیشت و معیشت میگن در کشورهای عربی، حتی در ترکیه خانه میخرن و در کشورهای عربی مثل دبی و قطر خانه میخرن و ملت در فقر بیچارگی وسط. متاسفانه که اون ایده برادرای پشتونه که باز ما برادر میگیم، ببینید ما فاشیست نیستیم، ما متعصب نیستیم، خاموش هستم. از سنگ صدا میبره، از اینها صدا نمیبره. زن مرد خور کلان پیر جوان دیدگاه طالبانی، دیدگاه فاشیستی، دیدگاه قومی، تباری و زبانی دارم. اگر شما از این خر لجاجت خود پایین نشید، لکی ننگ تاریخ ابدالابد خواهند ماند. اگر در برابر این گروه که امروز در افغانستان و حتی چوچه های جر اروپا و سایر کشورها هم رسیده است، مگر به خاطر یک شوم می سوزه بسته شهر روم در گذشته، چند که یک حادثه شده بود در شهر روم. این کثیف چهره که امروز در اروپا هم چه حادثه کرده بسته به قوم، نام قوم زیاد میشه. چند وقت پیش دیگه مگر شما شنیده باشید، مگر افغانش پشون پشونستور و طالب، این چیز واضح است. امروز دنیا به این تفکر رسید، دنیا امروز همه چیز میفهمه. آقای سرشار، من یک ویدیوی کوتاه را دیدم، خود آلمانی است، او وضاحت میده، مستقیم انتقادش برای قوم محترم پشتون که بله. یک ده پشتون های با شرف، مثال من میتونم اعتماد به نفس بگویم قاریسا و امثال قاریسا که در برابر افراطیت استاد شده و حتی در برابر نزدیکترین دوستش که حامی طالب است استادگی میکنه، او مردمه که چشم ماست جای از او بالای ابروی ما. ولی یکی در انسان های بیشرف از تمام تبار امروز در آلمان، مثلا یک آدمی که مشکلات فامیلی هم داره و هر گاه ناگاهی شهروند های افغانستان نام خوارزادش هم میگیره، این اینا میان برای طالب لابی میکنن و طالب را هم ما افرادش هم میبینیم که چاقو را میگیره در جاده ما برای تر و خشک نمیگه، بیگناه و باگناه نمیگه، مردم ملکی و بیچاره را چاقوکاری میکنه. بنان باید در رابطه به این نیاتهای امنیتی آلمان در مورد پرونده های از اینا بازنگری بکنه. اگر افغانستان امنیت است، طالب برادرای از اینا است، پس اینا دیگه نیاز نیست اینجا پناهنده باشه، برن در افغانستان در اونجا باشن. از نظر شما در این ارتباط دیدگاهتان چی است آقای سرشار؟ جناب فروتن، ما یک کوتا میگم به او ایده پشتونایی که اخلاصن، صادقن و از
چهار سبای حداقل در کشورهای اروپایی آمریکا زندگی کردند، حداقل از فرهنگ خوب می کشورها برخوردار هستند، در صلح و آرامش هستند، درس می خوانند، اقتصادشان خوبتر و بهتر است. اما از اینکه امروز یک گروه در سرزمین در حاکمیت است و توده هایشان امروز در سوشال میدیا فقط لاوی از طالب می کنند و از اون انسان های بی فرهنگ که امروز که دنیا به نام تروریست می شناسه، این را اگر جلوش نگیرید و اگر وارد مبارزه نشید علیه این گروه، تظاهرات نکنید و یا جبهه ایجاد نکنید، نجنگید، صدا نکنید، والا قومتان بدنام تاریخ خواهم شد. این را واضح و صراحت میگم، با صراحت این را میگم، ما فاشست نیستیم، بازم تکرار میگم، ما قوم پرست نیستیم. اگر ما میایم یک شخص مثلا عمل کردش میایم به جامعه لایف میایم بیان میکنیم، ما از قوم نام نمیبریم. اما اونم تفکر اوغانوالی و اونم تفکر طالبانی که اینها تروریست هستن، طالب هستن، با میشه و ما یاد میگنیم ای که آل اینها این چوچه های طالب چی میگن، بدیلشان چی است؟ طالب آمد لندغرا گم شد، دزا گم شد، اینم دلیلشان است. خب ما برایشان میگم امی لندغر جرم زیادتر داره یا قاتل؟ میگن قاتل. خب قاتل ملت که روزانه دسته انتحاری میکرد، ملت در خاک خون مینشان، امروز این قاتل آمده سر حاکمیت میگنه و دز فرار کرده. خود تو دز محکوم بیشتر میکنی یا قاتله؟ خود قاتله باید علیه قاتل ساده شوی دیگه. خود دز اید که طرف دارش نبود، دمون شرایط هم دمون جمهوریت هم کی طرف داره دز بود؟ خود چهار تا لندغر و لوچک بود، دزی خود هم میکنه از هر قوم تبار بود. متاسفانه در این دیدگاه پایین بیایید و در برابر گروه فاشست و تروریست و قبیله‌گرا ساده شوید، مبارزه بکنید، به این شکل بدنام در سایر کشورها شدید. به خدا قرآن ما خجالت میکشیم، والله ما خجالت میکشیم با همچه شرایطی که میایه، بازم از اون وطن یاد میشه، بازم از اون وطن یاد میشه، هزار قوم باشد بازم از اون وطن که یاد شوه ما هم میجید خدا میخوریم. چرا به این شکل از وحشت و دهشت شما بیاید حمایت بکنید؟ سپاس آقای سرشار بزرگوار. استاد شیوای بزرگوار، حرفایتون را جمع‌بندی بکنیم، دیدگاه شما را میگیریم، باز اگر دوستان موافق بودن خداحافظی میکنیم. مایکتون را باز کنین بزرگوار. استاد شیوا مایکتون بسته است، این مایکتون را باز کنیم. فروتن گرامی، ما در پایان حرفایم یا در پایان برنامه برای دنیا، برای مردم دنیا، هران کسی که صدای ما را مشنوه، اینمی پیام میتونم که افغانا امروز در درون سرزمین ما در خراسان مدرسه های بسیار وحشتناک پرورشدهی افراطیت ایجاد کردن. اینمی وحشت و دهشت فردا دامنگیر سراسر دنیا میشه. هیچ کسی در امان نخواد بود از عذاب از اینا و هیچ کسی اصلا آرام در هیچ جای نخواد ماند از شر قوم مزدوری که در خدمت سازمان های جاسوسی فرامنطقه‌ای هستن. دنیا اگر درباره از اینا بازنگری نکنه، دنیا اگر لانه‌های از اینا را در درون کشور نابود نکنه و اگر اینا را از خر ذلت و جهالتشان پایان نندازن، فردا مردم دنیا همگی تأسف خواهد کردن، همگی در یک عمل انجام شده قرار خواهد گرفتن که بسیار دیر خواهد شده بود. یعنی که اونمو مدرسه هایی را که امروز به هزارها هزار کودک او وطن در درون مدرسه های بیدر و بیدروازه داخل کرده، فقط در درون سمچ ها و سوراخ هایی که به شکل تونل ساخته شده مدرسه هایشان، در هر تونل از او هزارها کودک او وطن اینا همیال پرورش ذهنی افراطیت داده رایستن، هم مگیش در راستای انفجار و انتحار تربیت میکنن. فردا هم اگی از اونا یک موج بسیار وحشتناکی از جنایت علیه بشریت خواهد شد و دامنگیر تمام مردم دنیا خواهد شد. این امیال اروپایی ها و امریکایی ها در این فکر نباشند که گروه طالب عبارت از اون و امیرخان متقی بوجی کنار کاک بیادر در هر جای میره میشینه و میگه که بیاین که ما تعامل کنید. این تعامل کردن ها سوا فردا این قدر یک تأسف بزرگ برای دنیا ببار خواهد آورد که همگی جهانی ها
انگشت عیرت خود گزیدن که ما چی اشتباهی کردیم که در وقتش اینا را سرکوب نکردیم. یعنی اینا دارن در یک خطر بسیار جدی برای تمام مردم دنیا تبدیل میشن. من دو سه باید چی را میخوانم یاد داشته، بعدش باز صحبت در دیگه دوست ما میتونم خداحافظی میکنیم. میگه گم شود واژه ننگینی که افغان باشد، گم شود واژه ننگینی که افغان باشد، همه مردم ز عذاب او پریشان باشد. روی آن اویت گندیده بیا شاش کنیم که همه باعث بدنامی انسان باشد. نام افغان و پتان یا که امان غول زمان، هویت ویژه یک کتله ایوان باشد. ما اگر تاجک و ترکیم و وزاره و سعید، وطن ما همگی خاک خراسان باشد. یعنی اینمی مردمی که اهل خراسان هستن، اگر هویت افغان یا افغانیت قبول میکنن، لعنت به مشیری که از مادرشان خوردن. حرف آخر من این بود. سپاس از استاد شیوا، آقای کنان و آقای سرشار کابل. سبز و کامگار باشن دوستان عزیز. سلامتی تک تک تان آرزوست.